شلوم برادرها و خواهرای عزیز، امیدوار هستم خوب و خوش و سرحال باشین. از محبت و فیض خداوند بهرمند بودن، نعمات و برکات خداوند همیشه در زندگی شما وجود داشته باشه و سرازیر شد. برادرها و خواهرای عزیز، امروز ما شما صنف 19 هم کورس الهیات مسیر با هم یک جا آغاز میکنیم و خدا را شکر گذار هستیم که تا امروز ما را برکت داده تا درباره موضوعات و مضامین مختلف از الهیات مسیحی ما شما بخوانیم و او را مورد مطالعه قرار بدیم و درباره موضوعات مختلف ما شما صحبت بکنیم. خدا را شکر گذار هستم به خاطر از این فرصت خوبی که امروز ما شما در اختیار هم داریم و می خواهیم که در ابتدا یک دعا بکنم و با دعا صنف امروز را آغاز بکنم. خداوند پدر آسمانی، شکر گذارت هستم به خاطر همه خوبی ها و نعمات و برکاتت، به خاطر نعمت از این صنف و این کورس الهیات مسیحی که ما میتونیم با خواهرا و برادرا با هم یک جا باشیم و از کلام زیبای تو بخوانیم. خداوند پس خداوند خدای عزیز، امروز صنف 19 هم الهیات مسیح را برکت بده و خداوند کمک کتا ما بتانم صنف را به امور رقمی که تو میخوایی خداوند پیش ببرم و معلومات لازم را که از کلام تو ما جمع آوری کردیم او را ما بتانم خداوند از طریق عزیزن و برادرها و خواهران برسانیم. ایستن فر از هر نوع مشکل تکنیکی و یا مشکلات دیگه خداوند که پیش میاد دور داشته باش. همه ما را برکت بده و قدرت فهم و درک ما را نسبت به کتاب مقدس و درک مسائل روحانی بیشتر بساز. در نام پاک و قدوس خداوند و نجات دهنده ما یشوع مسیح، آمین. خب برادرها و خواهر عزیز، صنف 19 همه کورس الهیات مسیحی است و قسمی که شما میفهمین ما قبل از این درباره البته در باره مضمون بیولوژی مطالعه کرده بودیم. مضمون بیولوژی رو ما شما مورد مطالعه قرار دادیم و در اونجا وقت ما شما مضمون بیولوژی رو میخوانیم درباره تمام مسائلی که ربط داشت به کتاب مقدس ما شما صحبت کردیم، که یعنی کتاب مقدس چی است، کلام خدا است نیست، اگر کلام خدا نیست چه رقم به ما رسیده، چه رقم مکشوف شده، از طریق کی به ما رسیده و هم مسائلی که ربط میگیره به کتاب مقدس. و مضمون دوم را که ما شما آغاز کردیم علم خداشناسی یا علم خاص خداشناسی است، که در اینجا ما درباره ذات خداوند، درباره تثلیث خداوند و کارهای خداوند ما شما مطالعه میکنیم تا خدای خود را به صورت خوب و درستش از طریق کتاب مقدس و هدایت روح پاکش ما بشناسیم. و در این مضمون ما شما تا به حال چندین درس خواندیم و این در بخش 11 مضمون علم خاص خداشناسی است که در درس گذشته ما میخوایم یک بار برم به طرف درس گذشته و درس گذشته را با شما یک بار ما تکرار بکنم. البته در درس گذشته ما شما درباره صفات اخلاقی خداوند صحبت کردیم، درباره نیکی خداوند صحبت کردیم که ما میخوایم را بر روی اسکرین بیارم و در اونجا ما شما درباره نیکی خداوند خواندیم و گفتیم صفات اخلاقی خداوند که بخش سوم و آخر دسته اول صفات انتقالی خداوند است، صفت اولش نیکی و خوبی است که درباره ما شما صحبت کردیم و درباره گفتیم که خداوند خوب است و معیار نیکی و خوبی خود خداوند است و همچنان ما گفتیم که ذات خداوند نیک است و هر آن چیزی که خداوند انجام میده او نیک است و ما درباره تعریف کامل و درست نیکی هم صحبت کردیم و همین رقم ما شما آمدیم گفتیم که اعمال خداوند نیک است و گفتیم که خداوند سرچشمه تمام نیکی ها است. این تا این قسمت ما شما در درس 18 هم خوانده بودیم. امروز میریم به ادامه درس 18 هم، باز هم قسمت باقی مانده صفت نیک خداوند را ما شما مورد مطالعه قرار میدیم. خود در اینجا ما باید موضوعی را که ما میخواییم بگویم برای شما ای است برادرها و خواهرای عزیز، که خب خدا نیک است، اعمال خدا نیک است و خدا سرچشمه نیکی هاست و معیار و استاندارد نیکی خود خداوند است. تا این قسمت ما شما خوانیم. حالا میریم به قسمت بعدی و در قسمت بعدی ما شما میبینیم که خدا نیکی ها را از فرزندان خود ابا نمیورزد. یعنی خدایی که نیک است، خدایی که خوب است، نیکویی خود را از فرزندان خود ابا نمیورزد. یعنی نیکی خود را، نیکویی خود را خداوند با فرزندان خود شریک میسازد و یک صفت انتقالی است که
انسان ها هم دارای از این می باشند. پس خداوند نیکی و یا نیکویی خود را از ما ابا نمی ورزد، بلکه با ما شریک ساخته او را و این صفت در ما وجود دارد. از کجا می فهمیم؟ میریم به طرف کتاب مقدس و آیاتی که در اینجا است می خوانیم. مزمور 84 آیه 11 را من می خواهیم بر روی سکرین بیارم. مزمور 84 و آیه 11 هم وقتی آماده شد و بر روی سکرین میارم. اگر شما هم کتاب مقدس در دسترس دارین، میشه که کتاب مقدس را باز بکنین و ما و شما در اینجا با هم یک جا را میخوانیم. آیه 11 هم مزمور 84 بیاین پسی را با هم یک جا بخوانیم. میگه زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی، تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را من نخواهی کرد از آنان که براستی عمل میکنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسانی که بر تو توکل دارد. هیچ چیز نیکو را، یعنی همه چیزایی که نیک است، چون سرچشمه تمام نیکی ها خداوند، میگه از ما تو خداوند او را با نمیوزی، بلکه با ما تو چی میکنی خداوند؟ میگه شریک میسازی. و ما خداوند شکرگزار هستیم به خاطر از این کاری که در زندگی ما و شما انجام می. خب یک آیه را خوانیم و آیه بعدی اگر ما بریم از متا فصل 7 آیه 11 بخوانیم. ما متا فصل 7 آیه 11 را که در عهد جدید است بر روی سکرین میارم و شما میتونید که با ما یک جا او را در کتاب مقدس بخوانیم. متا فصل 7 و آیه 11 هم را آماده میسازم و بر روی سکرین میارم. خب در آیه 11 هم پس ما شما میبینیم که بسیار آیه زیبایی از کتاب مقدس است که میگه پس شما که اینقدر سنگ دل و گناهکار هستید و فرزندانتان چیزهای خوب میدهید چون انتقال یافته، چقدر بیشتر پدر آسمانیتان برکات خود را به شما خواهد بخشید اگر از او بخواهید. یعنی چیزهای خوب که شما به فرزندانتان میدین، خداوند هم چیزهای خوب را به شما میده. پس ما میبینیم که این صفت خداوند به ما واقعا انتقال پیدا کرده. و می رقم اگر رومیان فصل 8 آیه 8 و 32 رو بخوانیم. ما رومیان فصل 8 آیه 8 و 32 رو بر روی اسکرین میارم و بعدا با شما شریک می سازم. شما اگر کتاب مقدس دارین، رومیان در عهد جدید است بعد از کتاب اعمال رسولان و شما می تانیم تیره با ما یک جا بخوانین. خب در اینجا ما شما می بینیم که آیه را ما بری سکرین بریم. در اینجا میگه که از این رو آنان که انان زندگیشان در دست طبیعت کهنه گناهآلودشان است و هنوز در پی خواهش های ناپاک سابق خود هستند، نمیتوانند خدا را راضی کنند. البته شما چنین نیستید، چنانچه روح خدا در وجود شما ساکن باشد، انان زندگیتان در دست طبیعت تازه تان خواهد بود. و یاد داشته باشید که اگر روح مسیح در وجود کس ساکن نباشد، می خواهیم این قسمت ما بر روی سکرین بیارم، اگر روح با وجود کسی ساکن نباشد، خب باشین که در اینجا کم مشکل پیدا شد و این مشکل را ما می خواهیم. خب نیستید، خب نباشد، اصلا مسیحی نیست، وجود کسی ساکن نباشد اصلا مسیحی نیست. پس ما در اینجا چی میگیم؟ ما مثل دیگران نیستیم، از خوبی های خدا ما بهره مند شدیم، خدا خوبی های خود را به ما داده، پس ما مثل دیگران نیستیم. و امیر قمای 32 را با شما یک جا میخوانم، فصل 8 و آیه 32 را با شما یک جا میخوانم. در آیه 32 میگه خداوند میگه هیچ خوبی را از ما دریغ نکرده. چرا؟ همین که ما را از فیض رحمت خود بهره مند ساخته، این نیکی خداوند است که در آیه 8 خواندیم. و در اینجا ما شما میبینیم میگه که آیه 32 در جایی که خدا حتی فرزند خود را از ما دریغ نکرد بلکه او را فرستاد تا در راه همه ما قربانی شود، آیا همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ آمین. در آیه 8 وقتی ما شما دیدیم، در آیه 8 ما شما بسیار به وضاحت در اونجا دیدیم که خداوند بر ما گفت، باشین که من آیه 8 را بر روی اسکرین بیارم. نایفم در اینجا مشکل با وجود می آیه 8 ما بر روی اسکرین میارم. میبینیم که به ما و شما خداوند یک طبیعت تازه داده، طبیعت تازه داده و این از یکی از خوبی های خداوند است. و همچنان در اینجا برادران و خواهر عزیز، ما و شما همچنان میبینیم که در عبرانیان فصل 12 آیه 10، ما عبرانیان فصل 12 آیه 10 را باز میکنم. عبرانیان فصل 12 هم در عهد جدید است رساله عبرانیان.
خب ما وقت داریم، میشم آیات را بخوانیم تا فصل 12 و آیه 10 را باز ما بر روی اسکرین میارم تا شما او را ببینین. خب در اینجا ما میبینیم خوبی خدا را ببینیم. چه خوبی کرده خدا؟ میگه پدران ما و سلاطین خود در دوران کوتاه کودکی ما را تعدیب میکردن، اما تعدیب خدا برای خیر صلاح ماست. ببین خوبی ماست تا مانند و پاک مقدس کردیم. ببینید که هیچ خوبی را خدا نه تا در قسمت تعدیب خودم از ما ابا نورزیده و همه خوبی ها را نصیب حال ما کرده. و اول تسالونیکیان فصل 5 آیه 18 را ما باز میکنم. رساله تسالونیکیان هم در عهد جدید است. اول تسالونیکیان فصل 5 را اگر شما کتاب مقدس در دسترس دارین با ما باز بکنین و آیه 18 هم از او را با هم یک جا ما و شما میخوانیم. خب آیه 18 هم فصل 5، بله، و در اینجا میبینیم میگه برای هر پیش آمده خدا را شکر نمایید، زیرا این از خواست خدا برای شما که در از آن عیسی مسیح هستین. پیش آمده یعنی خداوند خوبی ها را برای شما میخواه، و خواست خدا که از نیک است و خواست خدا را ما و شما همیشه باید که از خدا شکر گذاری بکنیم. خب از نو از موضوع خود دور نمیریم. پس در مزمور و در متا و رومیان و عبرانیان و اول تسالونیکیان ما دیدیم که خداوند هیچ چیز خوب از ما ابا نمیورزه، همه چیز خوب را به ما نیت از نیکویی خود ما را بهرمند ساخته، این صفت به ما انتقال یافته از طریق محبت، از طریق فیض و رحمت و از همه بخشایی که خونیکی هایی که در خداوند وجود داره. پس خدا نیکی ها را از فرزندان خود با نمی ورزد. ای آیات را ما شما با هم یک جا خوانیم. آیه دیگه را که در اینجا ما می خوانم، ببخشید، بخش دیگه از صحبت های ما درباره نیکی یا نیکویی خداوند است که ما هم از این صفات خدا بهره مند شدیم، پس بر ما لازم است که ما هم نیکی کنیم. پس وقتی صفات ما در سلاید قبلی خواندیم که برای ما انتقال یافته و ما دارای این صفات هستیم، پس ما هم باید با دیگران نیکی کنیم. یعنی وقتی صفت نیکی خدا در من هست، برای من انتقال پیدا کرده، پس من باید با دیگران نیکی کنم. یعنی هر آن چیزی که خدا تایید و تصدیق میکند آن را انجام بدهیم، چیزی را خدا خداوند تصدیق کرده آن را انجام بدهیم. چرا گفتیم استاندارد و معیار نیکی خود خداوند است، کلام خداست، علم خداست. پس چیزی را کلام خداوند تایید کرده ما باید او را انجام بدهیم، چرا اون نیکی است. یعنی نیکی کردن، اگر یک انسان بخواد کار نیک را انجام بده، کار نیک چیست؟ هر آن چیزی که خداوند تایید و تصدیق کرده. و در اینجا ما آیات داریم از کلام خداوند که این آیات را با هم یک جا باز میکنه. و اگر من میرم به طرف رساله غلاطیان فصل 6 آیه 10، و در رساله غلاطیان که در عهد جدید است فصل 6 و آیه 10 را با شما یک جا میخوانیم، و اگر شما کتاب مقدس دارین باز بکنید تا با هم یک جا ببینیم. خب در اینجا ببینید یک آیه بسیار زیبای است، میگه بنابراین تا جایی که میتوانیم در حق مردم به خصوص مسیحیان مؤمن چی کنیم؟ نیکی بنماییم. نیکی بنماییم تا میتانیم ما باید که چی کنیم؟ نیکی بکنیم. پس ایره ما و شما از کلام خداوند خواندیم. خب موضوع دیگه که در اینجا هست و او را ما امروز مورد مطالعه قرار میدیم، گفتیم که یکی این صفت در ما وجود داره، ولی به خاطر از ایست که ما نیک باشیم، نیک چگونه میتانیم باشیم؟ او طور میباشه که ما برویم و به دیگران نیکی کنیم. خب لوقا فصل 6 آیه 27 را با هم یک جا میخوانیم. لوقا کتاب چهارم عهد جدید است در کتاب مقدس، و شما میتونید بعد از کتاب مرقس کتاب لوقا را شما پیدا بکنید. فصل 6 آیه 27 و این آیه را با هم یک جا میخوانیم. خب آیه 27 را ما باز میکنم. آیه 27، خب باشین که آیه 27 را ما پیدا بکنم. خب ببینین در اینجا در لوقا چی زیبا کلام خداوند به ما میگه. آیه 27، اما به همه شما که سخنان مرا میشنوید میگویم که دشمنان خود را دوست بدارید و به کسانی که از شما نفرت دارند خوبی کنید. یعنی ما باید خوبی بکنیم حتی به کسایی که از ما نفرت دارند، نه تنها کسایی که ما شما را دوست داره. و آیه بعدی 33 تا 35 را ما باز میکنه، و 33 تا 35 را ما و شما میبینیم
که آیه 33 تا 35 به ما شما میگه، آیه 33 تا 35 را ما باز میکنه و در اینجا میگه که اگر فقط به کسانی خوبی کنید که به شما خوبی میکنن، آیا کار بزرگی کرده اید؟ گناهکاران نیست چنین میکنن. و اگر فقط به کسانی قرض بدهید که میتونن به شما پس بدن، چی هنر کرده اید؟ حتی گناهکاران نیز اگر بدانند پولشان را پس میگیرند، به دیگر قرض میدن. اما شما دشمنانتان را دوست بدارید و به ایشان خوبی کنید، قرض بدهید و نگران پس گرفتن نباشید، در این صورت پاداش آسمانی نصیب شما میشه. خب در اینجا ما شما میبینیم که کلام خدا بسیار با وضاحت میگه که خوبی که ما باید انجام بدیم در حق انسان های دیگه، اون شامل از این نیست که تنها با کسایی که دوست داریم ما خوبی بکنیم، بلکه حتی با دشمنان ما هم خوبی بکنیم. و تشریح از این در این آیات ما شما از کلام خدا دیدیم. پس ما دارای صفت خداوند هستیم و این صفت به ما انتقال پیدا کرده و ما باید این صفت را در زندگی خود عملی بکنیم و با دیگران هم شریک بسازیم. دوم تیموتائوس را ما باز میکنم، فصل 3، دوم تیموتائوس فصل 3 و آیه 17 هم در کتاب مقدس است. البته دوم تیموتائوس بعد از رساله اول تیموتائوس است و ما فصل 3 هم آیه 17 را با شما یک جا برای اسکرین آورده میخوانم. خب البته بگویم می بسیار اگه آیات کلیدی و مهمی است که ما شما باید ایره نوت کنیم و نوشته کنیم تا به یاد ما بانه. خب در اینجا میگه کلام خدا دومی تومیتوس فصل 13، خدا با وسیله کلامش ما را از هر جهت آماده و مجهز می سازد تا چی کنیم؟ تا به همه نیکی کنیم. پس ما شما می بینیم که وقتی صفت خدا به ما انتقال پیدا کرده، یک راز در این نفته است. یک خدا از این طریق یک هدف داره. هدف از این که خدا ما را صفت نیکی خود بهرمند ساخته چیست؟ این است که ما و شما هم بریم به دیگران نیکی کنیم، حتی به دشمن خود نیکی کنیم. پس این موضوع مهم است. پس ما شما دیدیم که خداوند نیک است، کارهای خداوند نیک است، خداوند سرچشمه نیکی است، خداوند معیار و استاندارد نیکی است. نیکی آن چیزی است که خدا تایید و تصدیق شده باشه. در نیکی به ما هم انتقال پیدا کرده. خدا نیکی ها را از ما ابا نمی ورزد، ولی خدا از ما می خواهد که ما با دیگران هم نیکی کنیم. تا این قسمت ما شما خواندیم. خب وقتی که ما می بینیم که تنها سرچشمه همه نیکی ها خود خداوند است، ما به یک حقیقت حال باور داریم و در این کورس هم خواندیم. پس ما تنها را جستجو و اطاعت میکنیم. یعنی اگر کسی به یقین باشه، به اعتماد باشه که سرچشمه تمام نیکی ها و خوبی ها خود خداوند است، بازو میره به خدا. خدا تمام ما تنها خداوند را جستجو میکنیم. یعنی وقتی در جستجوی خداوند باشی و از خداوند اطاعت بکنی، در حقیقت تو نیکی ها را از خداوند میآموزی و نیکی میکنی، به نیکی عمل میکنی. یعنی اگر یک انسان واقعا میخواد که صالح باشه، نیک باشه، او باید که همیشه در جستجوی خداوند باشه و از خداوند اطاعت بکنه. یعنی ما فکر نکنیم خب یک استاندارد دنیایی که برای نیکی تعیین شده ما باید به او باور داشته باشیم. نه خیر، هر آن استانداردی که در دنیا وجود داره باید که با استاندارد روحانی خداوند که کلام خداست چی کنه؟ موافق باشه. اگر در مخالفت با او قرار داره، پس او را ما نمیتونیم نیک بنامیم. و در اینجا ما از مزمور چند مزمور داریم. من مزمور 73 را باز میکنم. مزمور 73 در عهد جدید کتاب مزامیر کتاب داود نبی نوشته شده و مزمور 73 را ما با شما یک جا باز میکنم. اگر شما کتاب مقدس دارین حتما این قسمت کلام خدا را با ما باز بکنین. و آیه 25 و 26 از این را ما شما با هم یک جا میخوانیم. 25 و 26 از ایره ما و شما با هم یک جا میخوانیم. خب بیاین که مزمور را باز بکنیم و در اینجا ما میبینیم که میگه ای خدا، من تو را در آسمان دارم، این برای من کافی است. ما باید تنها خدا را جستجو کنیم و ای چیز دیگر بر زمین نمیخواهم. اگرچه فکر و بدنم ناتوان شوند، اما تو ای خدا قوت و تکیگاه همیشگی من هستی. آمین. پس ما در جستجوی خدا می باشیم و به خدا تکیه می کنیم و از او اطاعت می کنیم. همین رقم اگر ما مزمور 16 هم را بخوانیم و می خواهیم قسمت کلام را بخوانیم، بسیار قسمت های عالی است از کلام خداوند. مزمور 16 هم و آیه 11 هم را ما بر روی اسکرین میارم و شما می توانید را ببینید. و در اینجا کلام خدا بسیار زیبا و ما شما میگه که تو راه حیات را به من نشان خواهی داد.
اگر ما در جستجوی خداوند باشیم، حضور تو مرا شادی لبریز می کند و بودن در کنار تو با من لذت جاودانی می بخشد. پس باید ما شما در جستجوی خدا باشیم اگر واقعا می خواهیم صالح و نیک باشیم و از نیکی ها بهره مند شویم. آمین. و مزمور 42 آیه 1 و 2 را با شما یک جا می خوانم. پس متوجه هستیم که ما همیشه باید در جستجوی خدا باشیم و از او ما اطاعت بکنیم. مزمور 42 هم آیه اول و دوم را ما آماده کرده بر روی سکرین میارم تا ما و شما برادرها و خواهرا با هم یک جا او مزمور را بخوانیم. خب خدا را شکرگزار هستیم به خاطر از اینکه ما دسترسی داریم به کلام خدا به طریق آنلاین و بودم ما میتونیم با شما شریک بسازیم. خب میگه چنان که آهو برای نهرهای آب اشتیاق دارد، همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارد. در جستجوی خداست. آره جان من تشنه خداست، تشنه خدای زنده. کی میتوانم به حضور او بروم و او را ستایش کنم؟ آمین. پس ما و شما میبینیم برادرها و خواهرای عزیز در اینجا که همون رقمی که ما و شما برادرها و خواهرای عزیز دانستیم خدا نیک است، اعمالش نیک است و نیکی خدا به ما داده، ما میتونیم اون نیکی را باید ما هم با دیگران شریک بسازیم. اگر واقعا میخوایم به دنبال نیکی و خوبی هستیم، باید که ما به هر روز بیشتر به خدا رجوع بکنیم، خدا را جستجو بکنیم، یعنی کلامش را بخوانیم، به خدا گوش بدیم و از او اطاعت بکنیم. این موضوع دیگه بود که درباره نیکی خداوند ما شما صحبت کردیم. خب حالا میریم به طرف موضوع آخری از این مثلا موضوع خداوند، صفت خداوند که نیک و خوب است، یعنی قسمت آخر از این صفت. میگن نیکی خدا با صفات دیگر اخلاقی و مثل محبت، رحمت، فیض، صبر و شکیبایی رابطه خیلی نزدیک دارد. یعنی در وقت ما شما با صفات اخلاقی خدا نگاه میکنیم، در اوج رحمت وجود داره، محبت، فیض، صبر و شکیبایی. اینجا میگه که نیکی خدا با این صفات ها خیلی رابطه نزدیک داره. و چه معنا؟ این سوال هم بود که ما آورده بودم و بعض دوستا چون این قسمت را نخوانده بودیم گفته بودن این قسمت را تشریح نکردی. بله ولی را تشریح میکنم. یعنی وقتی میگه خدا نیک است، ما را که محبت میکنه نیکی خدا را درک میکنیم. وقتی میگه خدا رحیم است، رحمت میکنه، از وقت رحمتش ترجمه میکنیم. وقتی از فیض خدا بهره مند میشه، وقتی صبر شکیبایی خدا را میبینیم، او وقت است که ما میفهمیم خدا واقعا خوب و نیک است. یعنی فرض مثال اگر در یک مثال انسانی بتم، اگر من فرض مثال شما را محبت کنم، میگم این آدم خوب است. اگر من رحیم با شما همیشه با شما از مهربانی کار بگیریم، میگی یک آدم خوب است. اگر من از بخشش کار بگیریم، یعنی از فیض کار بگیریم، میگین این یک آدم خوب است. و اگر در مواقعی که شما کارهای نادرست انجام بدین، با من صبر و شکیبایی کار بگیریم، شما میگین کمی یک آدم خوب است. پس خدا هم در این صفت نیکیش در ارتباط از رابطه نزدیک داره با محبتش و رحمتش، فیضش و صبر و شکیباییش. یا اگر از طریق دیگه ای رو ما بخوایم تعریف بکنیم، ای به این معناست که همین محبت و رحمت و فیض و صبر و شکیبایی خداوند است که نیکویش را تعریف میکنه یا به ما نشان میده. خب بعض اوقات این چهار صفت را جداگانه عمل میکنه. خوی باشه بعضی اوقات گفتیم این صفات جداگانه عمل میکنند. یعنی در جای محبت خدا رو میبینیم، در یک جای مهربانی رحمت خدا رو میبینیم، در یک جای فیض خدا رو میبینیم، در یک جای صبر شکیبایی خدا رو میبینیم. هر کدامش یک صفت جداگانه از خدا است، ولی تمام ازی با هم یک جا کار میکنه. ولی بعضی از اوقات همه جزی از صفت نیکی خدا میباشند. یعنی در بعض اوقات وقتی ما میگیم خداوند خوب است، منظور ما محبتش است، رحمتش است، فیضش است و صبر و شکیباییش است. ولی بعض اوقات ما تنها درباره محبت خدا صحبت میکنیم، این صفت را جداگانه مورد مطالعه قرار میدیم. ولی ما در این کورس همه این صفات را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار میدیم. خب یک رابطه بین نیکی خدا و این چهار صفتش وجود دارد. صبر و شکیبایی هر یک صفت است. خب چهار صفت وجود چی؟ که چی میفهمی خدا نیک است از محبتش؟ چی میفهمی خدا نیک است از رحمتش؟ چی میخوای خدا نیک است از بخششش؟ چی میفهمی خدا نیک است از صبر و شکیباییش؟ پس محبت و رحمت و فیض صبر و شکیبایی خداوند نیکویی خداوند را بر ما شما نشان میده و ما رو تجربه میکنه. هر کدام از یک صفت جداگانه است که مورد مطالعه قرار میدیم ما شما، ولی تمام از یا میتونه جزی از صفت نیکویی و خوبی خداوند باشه. پس برادرها و خواهر عزیز، ما شما امروز خواندیم که خداوند نیک است
اعمال خدا نیک است، خداوند سرچشمه تمام نیکی ها است و خداوند استاندارد و معیار نیکی است که ما تنها در کلام خداوند می آموزیم که معیار نیکی و خوبی چی است. و خداوند این نیکی صفت خوب را از فرزندای خود ابا نورزیده، دور نگذاشته، بلکه را با ما شریک ساخته، ما از این بهرمند هستیم. پس بر ما لازم است که با دیگران محبت بکنیم. با دیگران ما از خوبی و نیکی کار بگیریم. یعنی محبت، رحمت، فیض، صبر و شکیبایی. خب و در آخر هم همین چهار صفت محبت و رحمت و فیض و صبر و شکیبایی در حقیقت اینا نیکویی خدا را نشان میدن، پس جزی از نیکویی خدا میتوانند باشند، در حال که هر کدام یک صفت جداگانه است. خب درباره نیکویی خداوند یا صحبت کرده، میریم به طرف صفت دوم اخلاقی خداوند و درباره از اون ما شما رو صحبت میکنیم. و ما در اینجا میبینیم، خب باشین که من این سلایدار رو خاموش کنم. خب در اینجا ما میبینیم که صفات انتقالی قابل انتقال خداوند یا صفات انتقالی که بخش سیومش از دسته اول صفات اخلاقی خداست. صفت اولش چی بود؟ خوبی خدا. صفت دومش محبت خداست. محبت صفت خداست و که به انگلیسی موره love میگیم. پس ما میریم درباره محبت خدا میخوانیم در قسمت صفات اخلاقی خداوند. خب در قسمت صفات اخلاقی خداوند ما وقتی درباره محبت صحبت میکنیم، باید ما اول بدانیم که تعریف محبت چیست. تعریف محبت در مسیحیت یا در الهیات مسیحی چیست؟ ما چگونه میتونیم که از محبت خداوند بهره مند شویم و چگونه میتوانیم محبت خدا را درک کنیم و چگونه میتونیم با دیگران محبت کنیم؟ یعنی ما باید این صفت محبت را مورد مطالعه قرار بدیم که صفت دوم از صفات اخلاقی خداوند است. خب در اینجا ما شما میبینیم که اول باید ما بفهمیم که محبت های خدا دارای صفت است. موضوع اول ما، موضوع دوم ما، آیا صفت به ما انتقال پیدا کرده؟ موضوع دیگه ما، آیا ما از ما خواسته شده و آیا ما میتونیم صفت را با دیگران شریک بسازیم و در زندگی خود تجربه بکنیم؟ سه سوال داریم. خب اول ببینیم محبت چیست. خب تعریف محبت از نگاه الهیات مسیحی است که خداوند خود را به طور کامل و ابدی به ما اهدا کرده، یعنی خود داده به ما، خود به ما واگذار کرده. یعنی ما انسان های گناهکار هستیم، انسان هستیم که مورد از این لایق از این نیستیم که خداوند ما را محبت کنه، ولی خداوند محبت یک جانبه، محبت بلا عوض، محبت کامل و ابدی را نصیب حال ما کرده. یعنی خود را اهدا کرده، واگذار کرده که اینمی فرزندای ما از کسایش که گم شده است و کسایی که دریافت شده، تمام اینا را من دوست دارم، من خدا وقف از اینا کردم، اهدا کردم که هر روز اینا را محبت بکنم تا اینکه اینا درک بکنن از طریق توبه و فیض مسیح به حضور ما بیاین. یعنی خدا خود را اهدا کرده برای این کار، واگذار کرده ذات خود را به اینکه محبت بکنه بشریت را. پس برادرها و خواهرها عزیز، این است تعریف محبت که خداوند به طور کامل و ابدی اهدا کرده ذات خود را و واگذار کرده و وقف کرده ذات خود را تا بشر محبت بکنه، تا بشر چشمهایش باز شود و این محبت ابدی و کامل است. خب در این صفت ما از خودگذشتگی و فداکاری خدا را میبینیم که انسانی که گناهکار است، انسانی که بی‌اطاعتی میکنه، انسانی که بر علیه خدا بغاوت میکنه، انسانی که اصلا در فکر خدا نیست و شاید هم خدا را رد بکنه و خدایان غیر رو آورده باشه، خدا مو انسان دوست داره این خودگذشتگی میخواد و به خاطر او انسان راه نجات را باز کرده، این فداکاری میخواد. برادرها و خواهرها عزیز، پس این میگن محبت خدا. ما از این صفت خدا میآموزیم چی را میآموزیم؟ که بخشی از طبیعت الهی خدا وقف ذاتش است برای برکت و نیکی دیگران، که ذات خود را، ذات الهی خود را وقف کرده برای چی؟ که برای دیگران، یعنی برای بشریت نیکی بکنه، خوبی بکنه. پس این میگه محبت خدا. محبت خدا یعنی خدا ما را، خود را به خاطر ما به طور کامل و ابدی اهدا و واگذار کرده، خدا خود را اهدا و واگذار کرده، وقف کرده بر ما. و در اینجا ما خودگذشتگی خدا را، فداکاری خدا را میبینیم و از این صفت خدا ما میآموزیم که یک بخش از طبیعت الهی خدا، بخش مهمش ایست که خدا ذاتش را وقف ازی کرده تا نیکی بکنه. خب
چرا میگیم یک بخش را خداوند خالق است، روزی دهنده است، خداوند کارهای زیاد را انجام میده. خب پس ما تعریف محبت را فهمیدیم، میریم به طرف بخش بعدی. خب در اینجا ما میبینیم که گفتیم خب درست است، تعریف محبت را فهمیدیم. آیا خدا محبت دارد؟ بله، کلام خدا میگه خدا محبت است. و همچنان ما میریم درباره صحبت میکنیم که این محبت در تثلیث دیده میشه و این یک محبت متقابل است، یعنی پدر با پسر محبت میکنه، پسر با پدر، منظور پدر روحانی و پسر روحانی سن در داخل تثلیث مقدس. خب ما درباره از اینا میخوانیم و بعد از اون میریم به طرف سلاید بعدی. خب بعد وقتی ما میگیم درباره از اینا میخوانیم، پس ما میریم اول یوحنا فصل 4 آیه 8 را باز میکنم. اول یوحنا فصل 4 و آیه 8 با شما یک جا برادرها و خواهرای عزیزم من میخوانم. خب فصل 4 آیه 8 بر ما بسیار زیبا میگه، این که من برای اسکرین بیارم و با شما یک جا بخوانم، میگه که اما کسی که محبت نمی کند خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. خدا محبت است، پس کلام خداوند خدا را خدای محبت به ما معرفی کرده. واقعا خداوند خدای محبت است، پس این صفت در خدا وجود داره، خدا خدای محبت است. آیا در تثلیث مقدس که ما پدر و پسر و روح القدس میگیم هم محبت در بین اونها وجود داشت؟ در تثلیث مقدس محبت وجود داشت. یوحنا فصل 17 آیه 24 را و ما بر روی اسکرین میارم و حتما با شما یک جایی را میخوانیم. یوحنا فصل 17 هم. البته ای یوحنا بعد از کتاب لوقا در عهد جدید است و شما اگر کتاب مقدس دارید میشی را باز بکنین و فصل 17 هم و آیه 24 را با ما یک جا شما میتونین که بخونین. ما آیه 24 را باز میکنم. خب بیاین که آیه را با هم ببینیم. خب داری چی میگه؟ پدر میخواهم همه آنانی که به من ایمان میآورند در آینده با من باشند تا از نزدیک بزرگی و جلال مرا ببینند. تو به من جلال دادی چون حتی پیش از آفرینش جهان مرا دوست میداشتی. پس در تثلیث محبت وجود داشته برادر آخرا، خدا محبت است و در تثلیث محبت وجود داشته. خب این محبت متقابل بوده، پیشتر ما تنها خواندیم خدا گفت، مسیح گفت که ای پدر تو مرا دوست داشتی. آیا مسیح هم پدر را دوست داشته آیا نداشته؟ پس اول میبینیم محبت پدر با پسر، یوحنا فصل 3. محبت پدر با پسر در یوحنا فصل 3 ما شما میبینیم. یوحنا فصل 3 و آیه 35. آیه 35 آماده است و من ایره با شما شریک میسازم تا شما هم ایره ببینین. خب بیاییم که ببینیم آیا. خب پدر آسمانی ما خدا او را دوست دارد چون فرزند خداست و خدا ما چیز را در اختیار او قرار داده است. پس پدر با پسر محبت دارد. و اگر ما یوحنا فصل 14 آیه 31 را با هم یک جا بخوانیم، محبت فرزند را با پدر ما شما ببینیم. فصل 14 و آیه 31 را من بر روی سکرین میارم و با شما یک جا ایرت من میخوانم. آیه 31 آماده است و به این که را با هم یک جا بخوانیم. و در اینجا مسیح میگه من آزادانه آنچه پدر از من میخواد میکنم تا مردم دنیا بدانند که من چقدر پدرم خدا را دوست دارم. برخیزید از اینجا برویم. آمین. پس ما دیدیم که خدا خودش محبت است، ذات خدا محبت است، محبت در تثلیث وجود داشت و محبت این محبت متقابل است، پدر با پسر و پسر با پدر محبت دارد. پس زیر ما شما در تثلیث مقدس هم میبینیم. پس محبت خدا را ما شما تعریف کردیم و حال ما دیدیم محبت را در خود ذات خدا ما شما دیدیم. خب سلاید بعدی. خب نه تنها که در تثلیث محبت وجود دارد، بلکه محبت خدا با انسان هم حقیقت دارد. یعنی خدا انسان را دوست دارد، خود پدر با انسان محبت دارد. یوحنا فصل 3 آیه 16 بسیار یک آیه مشهور است که ما شما همه ما درباره از این آیه میفهمیم. یوحنا 3:16 یک آیه بسیار مشهور است کتاب مقدس
که من میخواهی میره برای ایسکریم بیارم با شما یک جا یای زیبا و پربرکت را بخوانم. و در اینجا کلام خدا میگه زیرا خدا به قدر مردم جهان را دوست دارد کیر انسان ها را که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر کی به او ایمان آورد هلاک نشد بلکه زندگی جاوید یابد. از این چی محبت بیشتر خدا خود را وقف کرده اهدا کرده واگذار کرده ذات خود را که بیاید بشر را محبت کنه تا این بشر هلاک نشه و زندگی و جاوید پیدا بکنه. برادر و خواهر عزیز ایره میگن محبت خدا با بشر. و میرقم رومیان فصل 5 آیه 8 رساله رومیان بازم میگم بعد از کتاب اعمال رسولان است و رومیان فصل 5 یا آیان بسیار اگاهی زیبایی هست که وقتی را ما میخوانیم بیشتر محبت خدا را ما شما درک میکنیم چی نوع محبت خدا نسبت به ما داشته. خب بیاین که آیه را بخوانیم بسیار اگاهی زیبا هست و در اینجا میگه که اما ببینید خدا چقدر ما را دوست داشت که با وجود اینکه گناهکار بودیم مسیح را فرستاد تا در راه ما فدا شود. آمین. میگه اگر آن زمان که گناهکار بودیم مسیح با ریختن خون خود پدر فرستاده بود این فداکاری را در حق ما کرد، حالا که خدا ما را بیگناه به حساب آورده به خاطر محبت خود چی کارهای بزرگتر برای ما انجام خواهد داد و ما را از خشم و غضب آینده خود رهایی خواهد بخشید. آمین. آمین برادر و خواهر عزیز. پس ما در اینجا دیدیم که خدا یعنی پدر آسمانی ما با ما محبت دارد، پدر آسمانی با ما محبت دارد. و میرم و بازم اول یوحنا را میخوانم، رساله اول یوحنا که ما و شما در عهد جدید میتونیم رساله اول یوحنا را پیدا بکنیم و بعد از کتاب دوم پترس است و در اینجا گفته فصل چهارم که درباره محبت خدا صحبت شده و آیه دهمش را من بر روی اسکرین میارم تا ما و شما آیه را با هم ببینیم. بیاین که درباره محبت خدا نسبت به خود بدانیم و در اینجا میگه این است محبت واقعی، ما او را محبت نکردیم بلکه او ما را محبت کرد و یگانه فرزندش را فرستاد تا کفاره گناهان ما شد. پس محبت خدا را میبینیم که ما با خدا محبت نکردیم، ما دشمن خدا بودیم، بر علیه خدا بیتاتی میکردیم، این خدا بوده که ما را محبت کرده. پس خدا با انسان محبت داره، پدر آسمانی ما با ما محبت داره. بین فرد محبت فرزند آسمانی را ببینیم، محبت مسیح را ببینیم که آیا او هم با انسان محبت داشت یا نداشت. حتی در این آیات هم خوانیم که خود را فدا کرد. ولی بازم میریم از غلاطیان میخوانیم، غلاطیان را ما باز میکنیم. رساله غلاطیان در عهد جدید است، عهد جدید و بعد از دوم قرنتیان است، از رساله قرنتیان است و غلاطیان فصل 2 آیه 20 را ما بر روی اسکرین میارم با شما یک جا میخوانم. خب این که آیه 20 را بخوانیم و در آیه 20 چی زیبا میگه. خب بیاین که آیه را من برای اسکرین بیارم و شما هم بخونید. میگه وقت مسیح برای صلیب مصلوب شد در حقیقت من نیز با او مصلوب شدم، پس دیگر من نیستم که زندگی میکنم بلکه مسیح است که در من زندگی میکند و این زندگی واقعی که اینک در بدن دارم نتیجه ایمان من به فرزند خداست که مرا محبت نبود، فرزند خدا مرا محبت نبود و خود را برای من فدا ساخت. آمین. مسیح ما را محبت نبود و ما را از خود ساخت. پس ما در اینجا میبینیم برادرها و خواهرایز، میرم بخوایم به صفات سلاید قبلی برم، خدا محبت است، محبت در تثلیث وجود داشته، محبت در بین تثلیث متقابل بوده، پدر با پسر محبت داشته و پسر با پدر محبت داشته، خدا ما را دوست داره، پدر آسمانی ما را دوست داره و فرزند آسمانی شنی یشو مسیح هم ما را دوست داره. پس ما آل بیشتر درباره محبت خدا فهمیدیم. خب میریم به طرف سلاید بعدی و در اوجه ما میبینیم خب ایخ درست است که خدا محبت است، در تثلیث محبت وجود داشت، پدر پسر را محبت کرد، پسر پدر را محبت کرد، خدا ما را محبت کرده و همچنان ما شما خواندیم که خدا ما را محبت کرده و فرزندش هم ما را محبت کرده. آیا این محبت خدا، این صفت خدا به ما انتقال کرده؟ آیا ما از این صفت خداوند بهرمند شده ایم؟ آیا ما دارای این صفت خداوند هستیم؟ درباره از این موضوع ما شما میایم صحبت میکنیم. بله ما هم دارای این صفت میباشیم. ولی فرق میکنه، اول خدا ما را محبت کرده، با وجودی که در خلقت ما خداوند این صفت را به ما داد ولی عملا خداوند با اول با ما محبت کرد. اول خداوند با ما محبت کرد و ما و شما
میریم درباره ازی میخوانیم. قبلا هم یه آیه را خواندیم، ولی دریجه میریم با بار دیگه آیه را میخوانیم. اول یوحنا اول یوحنا فصل 2 و آیه 15 هم و ما و شما با هم یک جا میخوانیم. فصل 2 آیه 15 هم بسیار یک آیه زیبایی هست که ما ایره برای اسکرین میاریم. خب و در اینجا ما و شما میبینیم وقتی آیه را میخوانیم میبینیم که اگر به ما و شما میبینید ما خدا را محبت نمی کردیم. ببینید چی میگم: به این دنیای گناهالود و آنچه با آن تعلق دارد دل نبندید. کسی که به این چیزها دل ببندد یعنی محبت بکند، در واقع نشان میدهد که به خدا دلبستگی ندارد. پس ما و شما دیدیم که دلبستگی ما شما قبل ما و شما قبلا به دنیا بود، ولی خدا ما را محبت کرد. حالا ما از محبت خدا بهره مند شدیم. پس خدا میگه که شما به چیزهای دنیای دلبستگی نداشته باشین، یعنی محبت نداشته باشین. خب اول یوحنا فصل 2 آیه 15 و همین رقم فصل 4 آیه 19 را میخوانیم. فصل 4 اول یوحنا آیه 19 را میخوانیم. خب باشین که من یوحنا را برای اسکرین بیارم و همچنان بیاین که آیه 19 هم را بخوانیم و در اینجا میگه خب بیاین اینال برای ما واضح میسازه این موضوع را و میگه که محبت ما نسبت به خدا، یعنی ما از صفت بهرمند شدیم، از محبت ناشی میشد که او اول نسبت به ما داشت. آمین. پس اول خدا ما و شما را محبت کرده، این موضوعی است که ما و شما خواندیم. و همین رقم اگر متی فصل 22 آیه 37 و 38 را بخوانیم، این که آیات را هم بخوانیم. متی فصل 22 آیه 37 و 38. خب متی فصل 22 و آیه 37 و 38 را با هم یک جا میخوانیم. خب 37 و 38 در اینجا ما میبینیم با هم یک جا و میگه که عیسی جواب داد: خداوند را که خدای توز با تمام قلب و جان و عقل خود دوست داشته باش. این اولین مهمترین دستور خداست. دومین دستور مهم نیز مانند دستور اولی است: همسایه خود را دوست بدار به همان اندازه که خود را دوست می‌داری. پس خدا ما را محبت کرده، ولی امروز خدا از ما می‌خواهد که ما دیگران را محبت بکنیم و خود خدا را اول محبت بکنیم، چون حکم اول خداوند است. ولی اول یوحنا فصل 5 آیه 30 را ما شما بازم میریم با هم یک جا میخوانیم تا ببینیم در این باره خوب که ما باید محبت بکنیم یا نکنیم. اول خدا ما را محبت کرده، حالا ما هم دیگر خود را محبت بکنیم و یا نکنیم. ایره ما شما تنها میتونیم از کلام خداوند در این باره بیاموزیم و تا حال که آیات را خواندیم ما در اوجه دیدیم که بله، ما باید خداوند را محبت بکنیم و انسان را محبت بکنیم. چرا؟ در اینجا میگه در واقع کسی که خدا را دوست دارد نمیتواند احکام او را اطاعت نکند. و احکام او برای ما مشکل نیست، زیرا هر فرزند خدا میتواند احکام خدا را بجا آورد و با ایمان و توکل به مسیح بر گناه و لذات ناپاک دنیا غلبه کند. آمین. پس خدا اول با ما محبت کرده، ما دیدیم ناشی از خدا میشه این محبت، گفتیم محبتی که ما گرفتیم، پس ما هم باید محبت بکنیم با کی؟ با خود خداوند و با تمام بشر. پس در این قسمت هم خواهیم. خب موضوع دیگه که در اینجا میخوانیم میگه خدا خود را برای ما وقف و واگذار کرده، پس ما هم باید قلب او را خوشنود بسازیم. مال خدا خود را وقف ازی کرده که ما را محبت بکنه، که خدا خود را واگذار ساخته به ای که بیای و ما را محبت بکنه، پس ما هم باید قلب خدا را خوشنود بسازیم. یعنی خدا اطاعت بکنیم، یعنی به خدا گوش بدیم، یعنی از خدا شکرگزاری بکنیم، او را حمد و ثنا بگوییم، یعنی خدا را به خاطر از این صفت خوبش و ای خود را وقف از این کرده که ما را محبت بکنه، ما باید شکرگزار خدا باشیم و از این طریق قلب خدا را خوشنود بسازیم. یعنی کار یک مسیح است که باید این کار را حتما انجام بده. و من میرم از اشعیای نبی که در عهد قدیم است میخوانم. اشعیای نبی و اشعیا فصل 62 62 و آیه 5 را با شما یک جا میخوانم و بر روی سکرین میرم. آیه پنجم بسیار خب آیه است که در اینجا میگه
همان گونه که یک مرد جوان دوشیزه را به عقد خود در می آورد، آفریننده تو نیست، تو را همسر خود خواهد ساخت. همان گونه که داماد به تازه عروسش دل می بندد، خدا نیز به تو دل خواهد بست. در اینجا ما یایا ما را به طرف چی می کشاند؟ چی مفکوری به ما می ده؟ وقتی که یک نفر، یک پسر جوان با یک دختر ازدواج می کنه، توقع داره از او که یک رابطه خوب و پاک و مقدسی با ای داشته باشه و از طریق از رابطه قلب این شخص همیشه خوشحال باشه. البته دو طرفه است و در اینجا هم ما و شما باید قلب پدر آسمانی خود خوشنود بسازیم، چرا که در این رابطه مقدسی که در بین ما وجود داره ما نیاز به این کار داریم. یعنی خدا از ما اگر تا نخواستم، ما باید خدای خود را، اگر نمیخواستم، باید که ما قلب خدا را خوشنود بسازیم با اطاعت از او. تو میتونی یک عروس، یک داماد را قلبش را خوش بسازه که اطاعت بکنه و برف از او گوش بده و مخالف به او عمل نکنه، برخلاف او عمل نکنه. و سفنیا فصل 3 آیه 17، کتاب سفنیا در عهد قدیم است که این کتاب را ما آیه فصل 3 شم میخوانم. سفنیا فصل 3 و این کتاب 3 فصل داره، آیه 17 و 18 را ما با روی اسکرین میارم و بعدا با شما شریک میسازم و در این آیه 17 و 18 ما شما میاییم میخوانیم که زیرا خداوند خدای تو که در میان توست نجات دهنده توانا می باشد، او از تو راضی خواهد بود و تو را دوست خواهد داشت و وجود تو مایه شادی و سرور او خواهد بود. آمین آمین. یعنی ما باید طوری زندگی بکنیم قلب خدا را خوشنود بسازیم، قلب خدا را ما خوشنود بسازیم و این یک توقع خداوند از انسان هاست. با فشار نمیخوای کار بکنه ولی توقع را داره که انسان اینقدر برکت داده از نیکی خود برای من ساخته، انسان هم حتما مرا محبت میکنه. پس ما از اشیا و سفنیا در باره ازی که خدا خود را برای ما وقف و واگذار کرده، پس ما هم باید قلب او را خوشنود بسازیم، یعنی از اطاعت بکنیم و به دیگران را محبت بکنیم، پس او وقت از قلب خدا خوشنود میشه. خب بینیم به طرف سلاید بعدی. خب اول خب ما خدا را باید محبت بکنیم، ولی ما در این حال ما باید با مردم هم محبت بکنیم، تنها خدا نیست بلکه ما با مردم هم باید که محبت بکنیم. چرا که حکم خدا چی بود؟ گفت که با خوران خدای خود محبت کو و با همسایید که انسان است، منظور از بشریت است، محبت کو. یعنی ما با مردم هم باید که محبت بکنیم، نه تنها محبت که با خدا داریم بلکه با مردم هم داشته باشیم. این صفت با ما انتقال کرده، خداوند خودش در تثلیث خود محبت داره و همچنان با بشر محبت داره. پس چون به ما انتقال پیدا کرده، ما نه تنها خدای خود را دوست داریم، خود را دوست داریم، بلکه بشر را هم باید که دوست داشته. رومیان فصل 13 آیه 10 را با شما یک جا باز میکنم و میخوانیم. رومیان فصل 13 آیه 10، قسمت از کلام خداوند. رومیان فصل 13 و آیه 10، آیه 10 و روی اسکرین است و ما شما میتونیم که یایه را با هم یک جا بخوانیم. خب به این آیه 10 را بخوانیم. میگه بله، محبت به هیچ کس بدی نمی کند، پس اگر به انسان ها محبت نمایید، مانند آن است که همه دستورات و احکام الهی را بجا آورید. خلاصه تنها حکم و قانونی که لازم دارید محبت است. آمین. پس انسان را باید محبت کرد، چرا که خداوند از ما ای را خواسته، خداوند ای را از ما خواسته. و اول یوحنا فصل 4 آیه 11 را خواندیم. قبلا گفت که اگر کسی محبت نمی کند، او اصلا فرزند خدا نیست. البته در فصل 4 ایره گفته. پس میریم دوباره پس به طرف اول یوحنا و فصل 4 و آیه 11 را دوباره بر روی سکرین میاریم. فصل 4 و آیه 11 میداریج کلام خدا ما شما رو تشویق میکنه. میگه عزیزان من، حال که خدا ما را این چنین محبت نمود، ما نیز باید یک دیگر را دوست بداریم و محبت بنماییم یا بکنیم. آمین آمین. خدا را شکر گذار هستیم. و یوحنا فصل 13 آیه 35 آیات را من میخوانم تا شما، میشه بعض از شما وقت نداشته باشین که آیات را نوشته بکنین یا برین بعدا باز بکنین بخوانین، پس یک فرصت است در امیجا ما شما آیات را میخوانیم که حداقل معلومات شما در این باره داشته باشین. یوحنا فصل 13، من میرم یوحنا فصل 13 را باز میکنم.
و در یوحنا فصل 13، خب به قسمت کلام ما برای اسکری میارم، کتاب چهارم کتاب مقدس عهد جدید ببخشین، یوحنا است فصل 13 و آیه 35 را ببینید که اگاهی بسیار زیباست و در اینجا کلام خداوند بر ما شما میفرماید. فصل 35، خب بیاین که ببینیم، میگه آیه فصل 13 آیه 35، محبت شما به یکدیگر به جهان ثابت خواهد کرد که شما شاگردان من هستید. اگر محبت کنید، مسیح میگه وقت مردم میفهمن شما شاگردان یا پیروان مسیح، واقعا شما یعنی مسیح را میشناسید، از محبتتان معلوم میشه. پس ما باید که همدیگر خود را محبت بکنیم. و می رقم اگر ما یوحنا فصل 15 آیه 13 را بخوانیم، آیات زیاد است ولی من کوشش میکنم همیشه بخوانیم. یوحنا فصل 15 و آیه 13 هم را ما شما با هم یک جا برای اسکرین میاریم و میخوانیم. یوحنا فصل 15 آیه 13، آیه 13 هم در اینجا چقدر زیبا کلام خدا میگه، میگه بزرگترین محبتی که شخص میتواند در حق دوستانش بکند این است که جان خود را در راهشان فدا سازد. محبت را باید این چنین سنجید، یعنی اگر محبت میکنی باید سنجش تدی باشه که حتی جان خود را فدای مردم بکنه، نه که یک کار کوچک انجام بدی محبت و بعد بری از مردم بخوای که تر تحسین تمجید بکنن یا منتدار تو باشن. نه خیر، میگه تو محبت که حتی فداکاری در او شامل باشه و همچنین محبت که از مسیح است تو باور داشته باش و اطمینان بکن. خب و از اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 و 7، اول قرنتیان فصل 13 ببینید چگونه محبت ما باید که با مردم یا با انسانها داشته باشیم. اول قرنتیان در این باره بسیار واضح میگه، فصل 13 و آیه 4 تا 7. خب چی نوع محبت ما نسبت به انسان ها داشته باشیم؟ کلام خدا برمال میگه کسی که محبت دارد صبور است و مهربان، حسود نیست و به کسی رشک نمیبرد، مغرور نیست و هیچگاه خودستایی نمیکند، به دیگران بدی نمیکند، خودخواه نیست و باعث رنجش کسی نمیشود. کسی که محبت دارد پرتوقع نیست و از دیگران انتظار بیجا ندارد، عصبی و زودرنج نیست و کینه به دل نمیگیرد، هرگز از بی‌انصافی بی‌عدالتی خوشحال نمی شود بلکه خوشحال نمی شود بلکه چی میکنه؟ کلام خدا رو میاری برسه، بلکه از پیروز شدن راستی شاد میگردد. کسی که محبت دارد در هر وضع وفادار میماند، همیشه اعتماد دارد، هرگز امیدش را دست نمیدهد و در هر شرایط تحمل. آمین برادرها و خواهرها عزیز، ما شما در اینجا میبینیم که محبتی که مسیح از ما با بشر میخواه همچی یک محبت است. پس از ما میتونیم که الگو بگیریم از این آیت کلام خداوند. خب میریم از عبرانیان فصل 10 آیه 24 با هم یک جا میخوانیم. عبرانیان فصل 10 و آیه 24 را با هم یک جا میخوانیم، ببینیم که بیشتر درباره از این محبت است. رساله های مختلف کتاب مقدس باید که ما شما بیاموزیم. فصل 10 و آیه 24، خب حال به خب ما ایره برای اسکرین میارم با شما با شریک میسازم. میگه حال به پاس آن همه لطفه، حال به پاس آن همه لطفه که خدا در حق ما کرده است، بیاید یک دیگر را با محبت کردن و به انجام اعمال نیک تشویق ترغیب دادیم. نه تنها که محبت میکنیم بلکه دیگران را ما تشویق میکنیم که شما هم محبت بکنیم. پس ما نسبت به خدا محبت داریم باید بکنیم و بشر را باید محبت بکنیم. محبت خداست، این صفت خدا به ما انتقال یافته، ما دارای این صفت هستیم، ما باید با خدا محبت بکنیم و با بشر یعنی انسان ها ما باید که حتما محبت بکنیم. خب و در اینجا ما شما میبینیم که میگه خداوند خود را برای ما واگذار کرد تا ما بتوانیم دیگر را دوست داشته باشیم. چرا خدا خودش خود را واگذار کرده به اینکه ما را محبت بکنه؟ به خاطر از اینکه ما از محبت خدا بهره مند شیم، میره درک بکنیم که محبت خدا یعنی چی، باز ما بتونیم هم دیگر خدا دوست داشته باشیم. اگر این ببینید که در دنیا چه حالت به سر میبره، اگر کسی محبت خدا را بفهمه در دنیا بسیار خوب و با پاکی زندگی میکنه، ولی اگر نفهمه ببینید که با چه کارهای مردم دنیا دست میزنن. یوحنا فصل 10 آیه 26 را در این باره میخوانیم. یوحنا بعد از لوقا است، اگر شما به دنبال شید فصل 10 و آیه 26 را با هم یک جا میخوانیم ما شما. خب آیه 26 را من برای اسکرین میارم، فصل 10 و آیه 26
باشین که ای آیه بیای برای سکرین و شما میره ببینین. خب آیه 20 فصل 7 آیه 26 چی میگه؟ من تو را به ایشان شناساندم و بازم خواهم شناسانی تا آن محبت بی پایانی که تو نسبت به من داری در ایشان به وجود آید و من نیز در ایشان باشم. پس به ما و شما برادرها و خواهرای عزیز لازم است که بیایم محبت خدا را که خدا در او محبت خود را واگذار و وقف کرده به محبت کردن با ما بتانیم را درک بکنیم و حداقل هم دیگر خود را دوست داشته باشیم. خب اگر رومیان فصل 5 آیه 5 را با هم یک جا بخوانیم، میرم به طرف رومیان فصل 5 آیه 5. رومیان 5 5 میخوایم که در سر ساعت صنف امروز را به پایان برسانیم، ولی نمیخوایم که آیات را ناخوانده عجله بکنم. فصل 5 آیه 5 و در اینجا میگه که کلام خداوند، خب بله، میگه تا بتوانیم در برابر هر مشکلی بیستیم و اطمینان داشته باشیم که هر پیش آمده به خیر و صلاح ما، زیرا میدانیم خدا چقدر نسبت به ما مهربان است. ما این محبت گرم او را در سراسر وجود خود احساس میکنیم، زیرا روح القدس را به ما عطا فرمود تا دلهای ما از عشق و محبتش لبریز سازد. یعنی به معنای که روح القدس و خود خداوند ما مسیح و پدر آسمانی ما در صدد ازی هستند که محبت با ما شریک بسازند، محبت خدا با ما شریک شد تا ما محبت درک بکنیم تا دیگران را ما بتانیم محبت بکنیم. این هدف از کلام، قسمت کلام خداوند است. خداوند از ما میخواهد که نه تنها که خدا را دوست داشته باشیم، انسانها را دوست داشته باشیم، حتی انسانهایی که دشمن ما هستند، برخلاف ما هستند، اونا را هم ما دوست داشته باشیم. دوست داشته باشیم یعنی محبت تنها به دوستان نمی نیست یا به انسانهای دیگه، بلکه حتی با دشمنا هم باید محبت بکنیم. بدترین کسی که در دنیا فکر میکنی باید رو تو محبت بکنیم. پس میریم متا فصل 5 را باز میکنیم. متا خب در عهد جدید است. متا فصل 5 آیه 43 تا 48 رو برای اسکرین میارم با شما شریک میسازم. یک قسمت بسیار زیبا از کتاب مقدس که تا بیشتر از مسیح های یعنی حداقل یک آیه یا دو آیه از زیره حفظ کردن. خب فصل 43، خب ببخشین، آیه 43 تا 48. خب در اینجا از آیه 43 من میخوانم و برای سکرین میارم میره. در اینجا گفت خدا گفته که شما دشمنانتون رو محبت کنید، حتی دشمنانتون شنیده اید که میگن با دوستان خود دوست باش و با دشمنان دشمن، اما من میگم که دشمنان خود را دوست بدارید، همچه یک مواد، و هر که شما را لعنت کند برای دعای خیر کنید، با آنانی که شما نفرت دارند نیکی کنید، و برای آنانی که با شما ناسزا میگن و شما را آزار میدن دعای خیر نمایید. اگر چنین کنید فرزندان راستین پدر آسمانی خود خواهید بود، زیرا او آفتاب خود را بر همه هم میتاباند، چی بر خوبان و چی بر بدان. آمین. پس ما باید که محبت بکنیم همدیگر خود را و حتی دشمنای خود را هم ما باید که محبت بکنیم. خب در اینجا ما فکر میکنیم یک مرور داشته باشیم به درس امروز و صنف امروز خود را ما شما باز به پایان میرسانیم. در صنف امروز که ما شما خواندیم برادرها و خواهرایز، در قسمت اول شما درباره نیکی خداوند خواندیم که بخش از صفات اخلاقی خداوند است. در دسته دوم صفات، دسته دوم صفات انتقالی، گفتیم خداوند نیک است، کارهای خداوند نیک است، خداوند سرچشمه نیکی است، معیار و استاندارد نیکی خود خداوند است. این صفت به ما انتقال پیدا کرده، ما دارای صفت هستیم، پس ما هم باید که با دیگران نیکی کنیم و این صفت درس بود که ما شما امروز خواندیم. خب ما باید با دیگران نیکی کنیم. خب ما میایم در قسمت مرور چیزایی که تازه در امروز ما شما خواندیم. خب درباره نیکی خدا صحبت کردیم و درباره محبت خدا بعد از ما شما صحبت کردیم. گفتیم تعریف محبت خدا چیست؟ خدا خود را به طور کامل و ابدی بر ما وقف کرده، ادا کرده و واگذار کرده، و این صفت خدا را باید همیشه ما شکرگزاری بکنیم. در این باره ما شما صحبت کردیم و در ضمنش گفتیم که خدا محبت است. بله است. محبت در تثلیث وجود داشته؟ بله داشته از اول. و همچنان خدا با پسر محبت داره؟ بله داره. پسر با پدر محبت داره؟ باشه. پدر با پسر محبت داره؟ بله یا داره. پسر با پدر محبت داره؟ بله یا داره. خب بسیار خوب. پس بعد بخش بعدیش ما دیدیم که خدا خودش محبت است. متوجه هستین؟ خب باشین که من سلاید بعدی رو بیارم. خب
سلاید بعدی را میارم و در اینجا میگیم که دیدیم که محبت پدر آسمانی را ما شما دیدیم که یک محبت بلاعوض کامل و ابدی بوده و که با انسان محبت داشته و محبت فرزند خدا را با انسان هم ما شما در کتاب مقدس آیات را خواندیم و دیدیم و همچنان در اینجا ما هم دارای صفت هستیم، صفت به ما هم انتقال پیدا کرده، پس ما باید اول خدا را محبت بکنیم و بعد از اون ما باید که با نسل خود در محبت زیست بکنیم، یعنی محبت که حقیقی و واقعی و از قلب باشه و خدا که خود را به خاطر ما واگذار و وقف کرده، پس ما هم باید قلب خدا را از طریق اعمال نیک خود خوشنود بسازیم. اعمال نیک، البته نیک اعمال نیک نجات ما که ما نجات یافتیم وقتی از خدا اطاعت میکنیم، اما اعمال نیک نجات ما است توسط از ما قلب خدا را ما باید خوشنود بسازیم. این موضوع دیگه بود که درباره از ما شما خواندیم و نه تنها خدا را ما خوشنود بسازیم، باید بلکه باید با بشر هم محبت کنیم، یعنی انسان ها را هم ما باید که محبت بکنیم و مورد محبت خود اونا را هم قرار بدیم و به غیر از این ما و شما از ما خداوند خواسته که شما باید خدا گفته در حق شما من محبت کردم و شما از شما هم میخواین که هم دیگرتان هم محبت بکنیم و نه تنها که هم دیگرتان تنها محبت بکنیم بلکه حتی کسایی که بر علیه شما بر خلاف شما دشمن شما اونا را هم شما محبت بکنین. آمین. برادر و خواهر عزیز، ما درباره نیکویی و محبت خدا امروز خواندیم. در درس آینده ما درباره رحمت، فیض، صبر و شکیبایی خداوند میخوانیم و قدوسیت خداوند و بخشایی که باقی مانده. صنف امروز ما در اینجا به پایان میرسه. همه شما را به خدای زنده و حقیقی یشوع مسیح میسپارم. یشوع مسیح همراهتان باشه و شما را برکت بده. اگر سوال داشتین درباره از این صنف حتما از ما شما میتونین که بپرسین و ما در خدمت شما هستم. شما میتونین که از طریقایی که باز است، یعنی از طریق فیسبوک، از طریق واتساپ، از طریق اسکایپ، از طریق ایمیل همراه ما تماس بگیرید و حتما ما به سوالات شما جواب میتم. اساینمنت ها یا کارهای خانگیتان را انجام بدین، آیاتی که داده میشه به شکل مأخذ اگر وقت داشتین ما را بخونین و همچنان این ویدیوها را با دیگران هم شریک بسازین. خب فکر میکنم که رسیدیم به قسمت آخر صنف، صنف 19 همه کورس الهیات مسیحی بود. پس میاییم با شما خداحافظی میکنم و خدا شما را به خدای زنده و حقیقی خود که اسمش یشوع مسیح است و نجات دهنده ما هم است ما میسپارم. یشوع مسیح امرایتان باشه و همه شما را خواهرا و برادرای عزیز برکت بده تا صنف 20 که بازم با شما اجا میشم شما را به مسیح زنده مسپارم. آمین. خداوند شما را برکت بده.